خاک کف پای حسین است، سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، 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 در زانی خوبان عالم، بهش در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است، بهشت من تماشای. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک جميعا و رحمت الله و برکاته. و عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستیم با برنامه سلطان کربلا از سرزمین مقدس کربلا. خوب، در ایام اربعین سید الشهدا سلام الله علیه، همچنانی که در اقوال دارد، وقتی که اهل بیت آمدند، اسرای کربلا، اهل حرم سید الشهدا سلام الله علیه، در سرزمین کربلا 3 روز اینجا ماندند و عزاداری و سوگواری کردند. دارد در نقله ها وقتی که اهل حرم سید الشهدا سلام الله علیه از شام باز میگشتند و به عراق رسیدن، از راهنمای قافله خواستن که اونها رو به کربلا ببره. وقتی هم که آمدن و به کربلا رسیدن، جناب جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم رو دیدن که اینها آمدن برای زیارت قبر حسین سلام الله علیه، و همه گرده هم آمدن و اونجا غوغایی شد، بکای شدیدی، سوگواری، گریه، آه، ناله و سیلی به صورتها می زدن در مصیبت حسین سلام الله علیه. و نیز نوشتن زنهایی که در اون حوالی بودن، اونها هم به این بزرگواران ملحق شدن و با اونها هم عزا شدن. و حسب نقل تاریخ نوشتن که در این مسیر، چه در رفت که چه مصیبتی بر خاندان رسالت وارد شد و بر اهل حرم سید الشهدا سلام الله علیه. در بازگشتم همچنین نوشتن اونها رو بسیار اذیت و آزار میدادن، کودکان رو، زنها و بچه ها رو میزدن، اذیت میکردن. و عرض می شود که مرحوم فرهاد میرزا به نقل از مقتل ابی مخنف نقل می کنه که یه راهنمایی از دمشق همراه کاروان اسرای کربلا بود، تا می رسه به اینجا که در بین راه اهل بیت به او فرمودن ما رو از کربلا عبور بده. راهنما اونها رو به کربلا عبرد و اهل بیت وقتی که وارد شدن، جابر ابن عبدالله انصاری و جمعی از بنی هاشم رو دیدن که اونجا با جماعتی خلاصه اینها مشغول سوگواری و عزا هستن. اهل بیت هم عرض می شود که ملحق به اونها شدن و از محملها بیرون آمد، از محملها پایین آمدن و خلاصه حزن و غم اونها تجدید شد.
اینجا همون سرزمینی بود که اینها یه مدت کوتاهی هنوز از اون نگذشته و در اونجا مصائب عظیمی رو دیدن، به چشم خود عزیزانشون رو غرق در خون در این سرزمین مشاهده کردن، لذا داره گریبانها رو چاک کردن، موها رو پریشان کردن و غم و اندوهی که در دلهاشون بود و در این مدتی که از حسین و عزیزشون دور بودن این حزنها تجدید شد و چند روز اینجا ماندن و بعد کوچ کردن. در نقل دیگری دارد که وقتی که آمدن رسیدن به یک دوراهی که یک راه به کربلا میرفت و راه دیگر به مدینه، سوگند دادن راهنما رو که ما رو به کربلا ببر، ما رو کنار تربت آقا و سالارمان حضرت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه ببر. او هم قبول کرد و اونها رو آورد کربلا. رسیدن وقتی که به کربلا و در قتلگاه پیاده شدن، جناب جابر ابن عبدالله انصاری رو دیدن که با جماعتی از بنی هاشم آمدن برای زیارت سید الشهدا. گریه و زاری شروع شد، به سر و صورتها می زدن و سه روز در اینجا، یعنی در اربعین، سه روز عزیزان حسین اینجا سوگواری کردند در مصیبت ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه. دارد که عده ای از زنان اطراف هم آمدن ملحق شدن وقتی که فهمیدن و سرای خاندان رسالت آمدن. دوستان و محبان این خاندان هم آمدن از بانوانی که در اون حریم بودن و ملحق شدن و مجلس عزا و سوگواری عظیمی برپا شد، به گونه ای که قلبه ها رو جریه دار میکرد. گریبان ها رو چاک کردن و ناله و به سر و صورت ها میزدن در مصیبت حسین سلام الله علیه. دارد که حضرت زینب سلام الله علیه آمد در میان زنان و اینجا روزخان زینب سلام الله علیه هست، با صوت حزین صدا زد: وا اخا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، و ابن مکت و منا، و ابن فاطمت الزهرا، و ابن علی المرتضا. آه آه. بعد نوشتن که بی بی حضرت زینب کنار تربت برادر بیهوش شد و روی زمین افتاد. دارد که باز ام کلثوم آمد، خواهر دیگر ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه، با حالت افسرده و موپریشان به سر صورت خود می زد. این بی بی اومد و کنار تربت برادر و نوح سرایی می کرد: الیوم موت جدی، امروز جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، امروز پدرم امیر المؤمنین علی مرتضی از دنیا رفت، امروز مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت. یعنی چه مصیبت عظیمی است. دارد دیگر زنها هم عرض می شود که به سر و صورت خود می زدن، اونها هم مشغول عذاب و سوگواری بودن و چنین می گفتن: وا مصیبتا، وا حسنا، وا حسینا. بی بی سکینه سلام الله علیها آمد و با صدای حزین و صدای بلند می فرمود: وا محمدا، وا جدا، بر تو سخت ظلمهایی که بر اهل بیت تو شد. عده ای رو عریان بدون غسل و کفن روی خاک ها رها ساختن، دسته ای رو زخم دار، گروهی رو لگدکوب سم اسبان کردن و جمعی رو سر بریدن. یعنی یا رسول الله، این گونه اجر مزد رسالت رو دادن، این گونه اجر رسالتت داده شد. این امتی که از طرف خدا وظیفه داشتن جانشون رو برای حسین تقدیم کنن، این گونه بر او این مصائب رو وارد کردن و او و عزیزانش رو به فجیع ترین وجه در این سرزمین به شهادت رسوندن. بعد دارد که در این نقل که وقتی که آقا
امام زین العابدین سلام الله علیه دیدن سه روز از این زنها و بچه ها یک سر گریه سوگواری، اینها اگر به این وضع اینجا بمانند یک نفر از اونها زنده نخواهد ما، لذا دستور به حرکت فرمودند. در وقتی که امام امر کردند که قافله حرکت کنه، اینجا سکینه آمد دور قبر مطهر پدر و شروع کرد به گریه شدید و ناله سر دادن. ای سرزمین کربلا، جسمی رو به تو می سپاریم که بدون کفن و غسل دفن شده. ای سرزمین کربلا، روحی رو نزد تو می گذاریم که روح رسول خداست، روح وصی او امیر المؤمنین با جبرئیل امین است. بعد دارد اینجا فاطمه دختر امام حسین سلام الله علیه آمد و خودش رو روی قبر پدر انداخت و گریه شدیدی کرد تا اینکه این دختر غش کرد روی تربت بابا. دختران امیر المؤمنین و یتیمان فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک قتلگاه آمده. این نقل دیگری است که وقتی که آمدن چون برگ خزان، از شترها خودشون رو بر روی خاک ها انداختند و هر یک قبر شهیدی رو در آغوش گرفت و شروع کرد به گریه و ناله و صدای ناله اونها بلند. از جمله در این نقل دارد بی بی حضرت زینب سلام الله علیها جامه رو چاک زد و خود رو روی قبر مبارک امام حسین سلام الله علیه انداخت و با آوای حزین فریاد کشید: وا اخا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، یبن مکه و منا، یبن فاطمه الزهرا، یبن علی المرتضا. اونقدر گریست بی بی زینب کنار تربت برادر و خاک قبر رو بر سر و صورت میریزد و بیهوش بی بی روی زمین افتادن. وقتی که به هوش آمد عرض کرد محضر برادر که برادر، در راه شام اونقدر تازیانه بر پشت خواهر زدن که اگر نامحرمان نبودن میدیدی که اینان چقدر بر خواهر تو تازیانه زدن و بدنش رو مجروح کردند و پشتش رو مجروح کردند و هنوز اون جراحت ها باقی است. بی بی سکینه آمد باز شروع کرد به گریه و زاری و صدا زد: ای پدر، وقتی که ما رو به مجلس یزید می بردن با کعب نی و تازیانه بر سر و صورت ما می زدن و چوب و عصا بر سر ما یتیبان می کوبیدن و می خواستن من و خواهرم رو به کنیزی ببرن، بی بی حضرت ام کلثوم سلام الله علیها آمد و خودش روی قبر برادر بزرگوارش انداخت و از یاد جوئل تو فدا به فدایت شوم. ای برادر، تو رو کشتن در حالی که به مقام و منزلت تو معرفت نداشتن، تو رو برهنه رها نمودن، تو رو شهید کردن در حالی که تشنه بودی و هیچ کس از این قوم جفاکار پیدا نشد که بر تو و بر عیالت رحم نماید. واقعا جانکاه هست. اینها چه انسانهای پلیدی بودند، چه انسانهای پست و ظالم و خبیثی بودند که اصلاً جز شکل و شمایل انسانیت از هیچ چیز دیگه بهره نداشتند. کجای دین اجازه داده بود نسبت به کفار یک چنین کاری را انجام بدن که اینها نسبت به عترت پیامبر انجام دادند؟ اینجاست که درس بزرگی است باز برای اونهایی که میان اسلام رو به خشونت متهم میکنن. آموزه های حقیقی اسلام بیگانه 100% با هر گونه ظلم و ستم است. فلذا عرض شد که انسان تارتا میبیند یک کسانی که اینها مثلا در سطح دانشگاه های دنیا تدریس دارن حرفایی میزنن که کاملا جاهلان است. یعنی اینگونه قضاوت کردن از یک عرض میشه که دانش آموزی که در سطح پایین هم هست پسندیده نیست، تا چه برسه یک کسی که مثلا در سطح عالی و استاد دانشگاه و عنوان محققه که میاد اسلام رو
متهم به خشونت میکنه به خاطر فعل افرادی. خب آیا اهل بیت پیامبر اینها جزو بزرگان تراز اول اسلام نیستن؟ مگر کدام عاقلی تو دنیا پیدا میشه که جایز بدونه کمترین تعدی رو به ذریه پیامبرش که معصومن، که پاکن، خطایی از اونها سر نزده، کدام عاقلی در دنیا این رو میپسنده که حالا سفارش هم شده باشه، سفارش از قرآن و آیه مودت، جای عذر نمیذاره برای کسی؟ لذا اونهایی هم که این اتهام ها رو مطرح میکنن کاملا از روی جهل و عدم مطالعه است. خب این اهل بیت پیامبرن چه بر سر اینها آوردن؟ اونها هم مدعی اسلام بودن، پس باید با دقت و مطالعه اون کسانی که از اسلام عرض میشه که میخوان نقد کنن و مطالعه کنن، درست مطالعه کنن و ببینن واقعا آموزه‌های حقیقی اسلام چیه. بزرگترین جنایت به نام اسلام بر ذریه پیغمبر وارد شده، آیا دین اجازه داده بود؟ اینطور این مصیبت‌های عظیم در اینجا واقع شد و حجت خدا فرزند پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله اینجا بدن مطهری زیر سم اسبان قرار گرفت بعد از شهادت، و بعد هم اهل بیتش رو به این گونه در همون روز دو طفل معصوم از تشنگی و گرسنگی در شام عاشورا جان دادن. این چه منطقی است؟ آیا کافرم به خودش اجازه میده که همچین جنایتی بکنه؟ پس اینها نباید بهانه بشه افعال غلط افرادی مثل تکفیری ها که اینکه ما اسلام رو متهم کنیم. دارد و از اینکه سه روز در کربلا ماندن و به اقامه عزا پرداختن، امام سجاد سلام الله علیه چاره ای ندیدن مگر این که به مدینه کوچ نمایند، چون عمه ها و زن ها و بچه ها رو امام میدید اینها اگر به این وضع بمانند یکی از اینها زنده نخواهد ماند. لذا بعد از سه شبان روز که اینها اونجا بودن دیگه عرض میشه که امام سلام الله علیه دستور حرکت دادن. تنها کسی که همراه اونها نیامد و همراه نشد عرض میشود بی بی حضرت رباب سلام الله علیها و زوجه حضرت سید الشهدا که اونجا یک سال اقامت کرد و بعد به مدینه آمد و از غصه رباب جان داد. یادگاری هم از امام حسین سلام الله علیه که در عاشورا بود، در ورود به کربلا همراه کاروان بود، اما در این سفر انس ساله نبود. آری رقیه سلام الله علیها و نیز اون دو طفلی که در شام عاشورا عرض میشه که از گرسنگی و تشنگی جان داد. خب جانها به قربانت یا ابا عبدالله. دیگه امروز وقت وداع اهل حرم از سید الشهدا سلام الله علیه و رفتن به سوی مدینه است. اربعین است و فراق لاله ها، اربعین است و فراق لاله ها، سینه ما و هزاران ناله ها. خدا قسمت کنه ان شاء الله 40 سال دیگه کسانی که توفیق پیدا نکردن امسال ان شاء الله در سال دیگه توفیق پیدا کنن و بیان و در این تجمع عظیم جهانی که واقعا معجزه حی سید الشهدا سلام الله علیه، تعبیر دیگه انسان نمیتونه بکنه که چگونه واقعا به امر خدای متعال که از مصادیق مودت زیارت غیر از این نیست، غیر از اون نصوص قطعی و فوق تواتری که ما داریم، این زیارت و عرض ادب کردن و پیشگاه مقدس این قبور آمدن، این به عنوان اظهار مودت پس از شهادت اون بزرگواران در عصر حضور باید انسان به حضور مقدسشون میرفت و سراپا تا پای جان در محضرشون میبود. و الان یکی از شیوه های احترام رفتن و احترام کردن به قبر
مقدس اونهاست و عرض ادب و زیارت قبور مطهرشون. انشاءالله دعا میکنیم خدا قسمت کنه اونهایی که خلاص آرزوش رو داشتن و واقعا هم ولو شد انسان هزار جور مشقت و سختی بسیاری با قرض و دین و اینها میان میرن، بندگان خدا ارزش داره. انشاءالله حالا منتظر نشیم البته تا 40 بگیم آقا نفس سر میکنیم، نه، در اولین فرصت انسان بیاد و از همون منزل که قصد زیارت سید الشهدا میکنه این قدم ها میشه برابر با حج و عمره. آری در فرصت، هر فرصتی که انسان پیدا میکنه بیاد، ولو برخی میان چند ساعت فرصت ندارن، گرفتارن، مریض دارن، پدرش مریضه، مادر مریضه، میاد چند ساعت زیارت و عرض ادب و زود بر میگرده. هر جوری که انسان توفیق میتونه پیدا کنه اون رو از دست نده که عظیم اندالله زیارت حسین سلام الله علیه. اما انشاءالله 40 هم خدا قسمت کنه در کنار زیارت های دیگه که قوغاییست واقعا. 40 است و فراق لاله ها سینه ما و هزاران ناله ها، آمده جابر به دشت کربلا، شوق دیدار حسین سرجدا، شد وضو و غسل با آب فرات، بعد آمد با سلام و صلوات، دست بر سینه نهاد و با ادب محضر اون سید عالی نسب، با خشوع و با فروتن با وقار. بسیاری از این اموری که اینجا در این شعر هست اینها همه از میشه در آداب زیارت سید الشهدا هست. در هر وقتی که انسان میاد زیارت، خشوع و فروتنی و با وقار بودن و ذکر گفتن و سلام و صلوات گفتن، با خشوع و با فروتن با وقار، این چنین گفتا ز چشم اشکبار، السلام نور داور، السلام زینت دوش پیمبر، السلام السلام جان حیدر، السلام زاده زهرای اطهر، السلام السلام ای وارث خون خدا، ای حسین ای یوسف گلگون قبا، السلام ای السلام ای کشته تیغ جفا، السلام ای شاه مذبوح القفا، من به قربان تو و ایثار تو، بین که جابر آمده دیدار تو، خیز و از جا ای امام تشنه لب، خیز و از جا ای امام تشنه لب، گرچه جاند از آتش در تاب و تب، جان فدایت بین که جابر آمده، بین همان دل سوخت زائر آمده. بعد رو کرد سمت سقای ولا، با کمال احترام و با حیا، السلام ای ساقی دشت بلا، السلام ای حامی دین خدا، ساقی لب تشن کامان، السلام کشته شمشیر عدوان، السلام خیز و از جا بین که مهمان آمده، بین پیاده جان به جانان آمده. بعد فرمود السلام ای روح و جان، السلام ای اکبر رعنا جوان، السلام ای زاده خیر الانام، السلام ای حاله بدر تمام، ای علی جانم به قربان تو باد، جان فدای عهد و پیمان تو باد، السلام ای قاسم صد پاره تن، السلام ای لاله باغ حسن، السلام ای قامت سرو چمن، السلام ای عطر برگ نسترن، السلام ای اصغر بی شیر من، کشته بی عذر و بی تقصیر من، السلام ای طفل بی شیر رباب،
از سلام طفل بی شیر رباب، ای که کامد حسرت یک قطره آب. از سلام مونس جانم حبیب، بر حسین بودی تو غمخوار و طبیب. از سلام بهترین یار حسین، کربلا یار وفادار حسین. از سلام عون و جعفر، السلام مسلم و عون و ابوذر. السلام السلام ای جمله یاران حسین، السلام ای جمله یاران حسین، السلام ای جمله یاران حسین، بر شما ای جان نثاران حسین. السلام ای لاله های نینوا، ای فداییان دشت کربلا. خوب در این فرصت باقی مانده هم استفاده کنیم ان شاء الله، با این قلب‌های آماده و این توجه‌ها یه مقداری دعا کنیم. واقعا بسیاری التماس دعا می‌کنن، التماس دعا دارن، گرفتاری‌ها و مشکلات، سختی‌ها عرض میشه جور و جور، از این طرف از آن طرف، و عموما غفلت می‌کنیم. خود حقیر عرض می‌کنم که واقعا از دعا غفلت می‌کنیم، از اون خدای رؤوف و مهربان غفلت می کنیم، از وسیله قرار دادن به درگاه او حجت های عزیزش رو غفلت می کنیم. اونقدر از دعا کارها برمیاد، البته نه به این معنا که انسان تلاش نکنه، نه، اون تلاش و زحمت و کوشش و در هر موردی که انسان از او گرفتاری باید برون رفتش رو هم بداند، اونها در جای خود، اما دعا اثر عظیمی دارد در رفع گرفتاری ها و رسیدن به حوائج. همه برای هم دیگه تا می توانیم دعا کنیم، خصوصا در مجالس حسین سلام الله علیه، خصوصا اگر دیدید زائری میخواد بیاد کربلا، بهترین، برترین و عظیمترین سقاطی رو از او بخواهید، و اونم این است که بگید در زیر قبه براتون دعا کنه، نه فقط دنیا، آخرت. اگر دعا مستجاب شد دیگه انسان غصه ای نداره. سعادتمند اگر شد و قلم رفت و سخت شد که این باید سعادتمند بشه، دیگه غم و غصه ای نیست. دنیا و آخرت انسان آباد در عافیت. اول دعا برای وجود نازنین امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف، منجی عالم بشریت. همه با هم، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم بحق الحسين اشف مرضانا،
اللهم بحق الحسين اشف مرضانا، اللهم بحق الحسين اشف مرضانا واقض حوائجنا واحفظ علماءنا واحفظ شبابنا، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.